دوستان عزیز عنوان بخش بعدی رو که نگاه خواهیم کرد مسیحیت امروز است که دکتر ساسان توسلی اون رو اجرا خواهند کرد محتوای صحبت این هفتهشون هشت جنبش درونی است شما درخواست میکنم این بخش رو نگاه کنید سلام دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و به برنامه این هفته مسیحیت امروز در برنامه پیشواک به شما ایزان خوش آمد میگم همچنین آرزوی موفقیت و سلامتی همه شما ایزان رو دارم در این سال جدید میلادی سال 2013 امیدوارم سالی پر از خوشی و موفقیت برای همه شما ایزان باشه توی برنامه این هفته مسیحیت امروز دارم از جدیدترین شماره مجله کریستینیتی یا مسیحیت امروز استفاده میکنم که شماره ژانویه 2013 این نشریه هست و مقاله روی جلد این نشریه مقاله بسیار بسیار بحث انگیزی هست من تیتر مقاله رو اول برای شما به انگلیسی میخونم بعد ترجمه میکنم تیتر مقالهش هست Worshiping Jesus in the Mosque Inside the World of a Muslim Follower of Isa میگه پرستش ایسا در مسجد در معرفی داره میکنه یک مسلمانی رو که پیرو ایسا هست پس پرستش عیسی در مسجد داستان یک مسلمانی که پیرو عیسی مسیح هست به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش چند هفته پیش بنده با برادر ادوین عزیز در فیسبوک ایشون یک مصاحبه یک ساعته ای رو داشتیم درباره همین مبحث و بعد از چند هفته میبینم که این مبحث که یکی از بزرگترین بحث‌های جنجالی جدید در دنیای مسیحیت غرب داره میشه این داره مبحث توی جامعه وسیع مسیح آمریکا هم داره اتفاق میفته در مجله کریستیانیتی توده و داستان این هست این نهضتی هست که به انگلیسی میگیم اینسایدر موومنتس درونی و برای چند دهه هستن که چه در جامعه های هندویی یا بودایی و به خصوص جامعه های مختلف اسلامی افرادی نهزت هایی دارن شک میگیرن که میگن که ما میتونیم در جامعه اسلامی باقی بمونیم با همون فرهنگ اسلامی آداب و رسوم اسلامی حتی در درون عبادت اسلامی در رفتن به یه مسجد ولی در عین حال اعتراف بکنیم که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون قبول میکنیم پس برای بعضیا فکر میکنن که چون در خیلی از جامعه های اسلامی مسیحیت به عنوان یک دین غربی معرفی میشه و میخوان که تاکید کنن که هدف مذهب عوض کردن و دین عوض کردن نیست هدف ارتباط قلبی و تعهد شخصی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده است و هر کی میتونه تو فرهنگ خودش بمونه در آداب و رسوم خودش بمونه حتی در دین خودش بمونه ولی در عین حال پیرو عیسی مسیح باشه انجیل رو اطاعت بکنه و شهادتی باشه برای عیسی در جامعه جامعه خودش و این یک بنده نمیتونم تو این چند دقیقه برنامه مسیحیت امروز این مپس رو باز کنم اگر علاقه مند هستید یک مصاحبه مفصل بنده رو با برادر ادوین توی فیسبوک این برنامه میتونید تماشا بکنید ولی واسه من جالبه که این مپس داره اتفاق میفته و داره این داستان باز میشه توی جامعه مسیحی آمریکا و به نظرم خوبه که جامعه ایرانی هم مطلع باشه از این بحث در درون جامعه مسیحی نسبت به اینکه چطوری میشه انجیل رو بشارت داد در دنیای اسلام طوری که یک جامعه اسلامی به خصوص جامعه های اسلامی بسته که میگم خودشون رو خیلی دور از انجیل و پیام انجیل میبینن چون فکر میکنن انجیل مال خارجی مال غربی هاست مال اروپایی هاست و ربطی به جامعه مادری و بومی اون اشخاص نداره و این یک مبحثیه که داره اتفاق میفته این نشریه یک مقاله مفصلی داره مصاحبه با یک رهبری در آفریقا اسم مستعار استفاده میکنه توی این مقاله ولی بنده این شخص رو میشناسم از نزدیک در کشوری از آفریقا نهزت این شخص این شخص داره در جامعه اسلامی مسیح رو بشارت میده ولی به خودشون نمیگن ما مسیحی هستیم چون تعریف بدی در ذهن مردم از مسیحیت وجود داره مسیحیت رو یک دین غربی میدونن پس خودشون رو به عنوان اهل انجیل معرفی میکنن میگن ما نه مسلمونیم نه نم مسیح هستیم ما اهل انجیلیم ما پیرو عیسی هستیم و و با همون فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی الفاظ اسلامی خدا رو الله خطاب کردن و با اون بوی بومی خودشون دارن مسیح رو میپرستن و دارن پیغام انجیل رو توسعه میدن در جامعه آفریقای اسلامی خودشون این داستان داره در کشورهای دیگه هم مثل بنگلادش و اندونزی اتفاق میفته و بعد چند تا مقاله توی این مجله هست یه عده که موافق این نهضت هستن که ما باید مسیح رو بشارت بدیم اونطوری که مخاطبین مسلمون در جامعه بتونن بپذیرن قبول بکنن و خودشون رو خیلی دو از محیط خانوادگیشون نکنن به خاطر ایمان به عیسی مسیح و افرادی هم با از دید انتقادی نوشتن که این نهضت میتونه نهضت خطرناکی باشه توسعه این نهضت هم میتونه به عنوان یک نهضتی که داره دروغ‌گویی و ریاکاری رو توسعه میده که یه نفر بگه که من خودم رو کاملا مثل یک مسلمون دارم زندگی میکنم تو یه جامعه اسلامی ولی من پیرو عیسی مسیح هستم پس ابعادی هم این نهضت سوال برانگیز ابعاد سوال برانگیزی هم در این نهضت وجود داره چه از نظر اخلاقی چه از نظر عمل در برداشتشون از کتاب مقدس و برخوردی که نسبت به اسلام و الهیات اسلام در این نهزت مطرح میشه پس میگم مقالات مختلفی هست توی این شماره تو دی در شماره ژانویه 2013 که این مپس اینسایدر موومنت یا این نهضت داخلی رو هم معرفی میکنه به طور خیلی خلاصه و هم دیدگاه مدافع و انتقادی رو هم نسبت به این نهضت به طور خلاصه این نشریه معرفی میکنه به نظر من یکی از اون بحث‌های خیلی داغ دنیای مسیحیت امروز هستش و این بحثی هستش که خیلی رد پیدا میکنه حتی به جامعه ما ایرانیا که دید ما چی هست نسبت به یک همچین برخوردی در باره بشارت به دنیای اسلام ولی میگم بار دیگه میخوام تشویقتون کنم که اگر بیشتر علاقه من هستید که اطلاع پیدا کنید از این مبحث میتونید به مصاحبه یک ساعته من با برادرمون ادوین در صفحه فیسبوک مراجعه بکنید خیلی ممنونم که با من تو این برنامه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار دوستان عزیز امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید اما که دیدید دکتر ساسان توسلی در مورد جنبش درونی صحبت کردن جنبشی که الان توی کلیساها در بخش بشارت بسیار مطرح هست من یک مقاله در این خصوص نوشتم که در وبلاگ هم پیدا خواهید کرد همینطور یک مصاحبه یک ساعتی رو به دکتر ساسان توسلی در مورد همین عنوان داشتم که این رو میتونید توی یوتیوب و یا توی فیسبوک شخصی بنده پیدا کنید با ما در تماس باشید های خودتون در این خصوص برای دکتر ساسان توسلی بفرستید در طی های گذشته این فرصت به ما بخشیده شده تا با شما بینندگان برنامه پژواک در اقصا نقاط دنیا در تماس باشیم. تلاش ما برای این بوده تا با تحلیل‌های عمیق و وسیع در باب موضوعات گوناگون چه اجتماعی و چه شما را خدمت نم. و ما متعهد هستیم به کوشش خود در ارائه موضوعات بیشتری باعث برکت ایرانیان باشید سعی کردیم در این سری برنامه ها با نگاه داشتن ساختار اولیه پژواک بخش های متنوع دیگری با حضور سایر عزیزان به برنامه اضافه کنیم امیدوارم از برنامه پژواک لذت ببرید فکر ما شبیه الکلنگ دائما بالا و پایین میره وقتی اعتمادمون به خدا بالا میره ترس و نگرانی های ما به پایین سقوط میکنه. با خدا وقت گذراندن و تعمق در کلام او نه تنها اطمینان ات، ما رو به او بیشتر میکنه، بلکه کمک میکنه که ما بتونیم چیزهای مهم رو تشخیص بدیم. انرژی و وقت ما گرانبها و محدوده و برای همین باید با حکمت از اونها استفاده بشه. باید تمرکز کنیم روی مسائلی که واقعا اهمیت دارن. نگامی که با خدا راه میریم و فکر خودمون رو با کلام او اشتباه میکنیم او به روشنی به ما نشون میده که وقت و انرژیمون رو چگونه باید مصرف کنیم کلام خدا میفرماید کلام من برای پاهای تو چراغ و حضور من برای راههای تو نور خواهد